برام خدا متین پیمانی هستم و پسی رو میخوام بهتون ارائه بدم تحت عنوان گام ایرانی و محاسبات رو پرده، نیم پرده و غیره. سوالی که همیشه پیش میاد برای هنرجویان، هنرمندان، هنرسازان، نوازنده ها و در هر کسی که در ارتباط با این موسیقی اینه که مفهوم یک چهارم پرده، نیم پرده و پرده در موسیقی ایرانی چطور محاسبه میشه و کجا قرار میگیرن؟ آیا ما اصلا یک چهارم پرده داریم؟ یعنی در موسیقی ایرانی مفهومی که ما الان به اصطلاح کورون یا استوری میشناسیم واقعا یک چهارم پرده است، ربع پرده است، ثلث پرده است، نیم پرده ما آیا نیم پرده معتدله یا نیم پرده دیاتونیک و یک پرده ما چجوری محاسبه میشه و طریقه چیدمان گام ایرانی چگونه است؟ تحت این عنوان من یک سازی رو درست کردم به نام میزان، اسمش رو گذاشتم که دسته یک متری داره، به این دلیل که پرده بندی قرن 5 که در واقع فارابی و بعد از اون صفی‌الدین هرمقی و تئوریسین هاست روی این ساز بستم که جنبه پژوهشی و آموزشی داره، برای همین اینقدر در بعض از مناطق پرده ها به هم نزدیکن که مجبور بودیم دسته معادل یک متر بگیریم و با استفاده از این ساز شما میتونید مقام های قدیمی آنچه بوده رو بشنوید و اجرا بکنید. اما حالا با کمک این وسیله آموزشی و محاسبات میرسیم به شکل های محاسباتی اینا. یکی این که گام ایرانی و در واقع اشتب صوتی ایرانی که تحت عنوان 8 نوت یا در بعضی از مقامات به 9 نوت میرسیدن این کار نداریم، در واقع 8 نوت یک همچین چیدمانی داشتن، اتصال دو تتراکورد متوالی و یک فاصله دوم بزرگ یا همون تنینی که در موسیقی یونانی به این ترتیب بوده که فاصله تنینی اول می اومده و بعد دو تا در واقع تتراکورد به هم پیوسته و در موسیقی کنونی در واقع اروپایی الان یک تتراکورد اول میاد، یک فاصله دوم و یک تتراکورد در آخر. کار نداریم، در واقع تئوریسین های ایرانی بر این اساس اول محاسبات و نسبت های نوت ها در یک تتراکورد رو اندازه گیری میکردن و اون رو تعمیم میدادن به تتراکورد دوم و سپس به فاصله تنینی آخرشون. قبل از اینکه برسیم به اینکه چطوری این کار رو انجام میدادن باید با چند تا مفهوم در واقع محاسباتی آشنا بشیم. اینکه یکان های محاسباتی که قدمت خیلی زیادی داره که برمیگرده به اول یکان ها به نام لیما و کوما که در یونان استفاده میشه و بعد که در قرن 20 یکان های به نام ساوار و سنت ما داریم. ساوار یکان محاسباتی فرانسوی و سنت در واقع محاسبات آمریکاییه. ساوار در واقع میاد نسبت فرکانس یک سیمو که در واقع نسبت همون سیم در واقع نسبت برعکس اون سیمه رو لگاریتمش رو میگیری، در واقع لگاریتم نسبت در هزار که ضرب بشی به شما ساوار رو میده که چند ساوار اون نسبت حالا هر نسبتی که میخواد باشه. و سنت در واقع بر اساس نیم پرده معتدل میاد هر اکتاو رو به 1200 قسمت تقسیم میکنه و میگه هر یک پرده 200 سنته که الان تیونرهایی که در واقع در دست ما هست بر اساس سنت شما هر یک پرده رو به 200 قسمت تقسیم کرده و هر یک ساوار معادل 4 سنت میشه. تمام چیزهایی که اینجا توضیح میدیم بر اساس تحقیق دکتر مهدی برکشیدی و در واقع بعداً جناب تقی بینش هم ویزیت کردن هستش که بر اساس ساوار هست. حالا ما هر نسبتی که داریم که در واقع هر پرده‌ای و هر فاصله یک نسبت داره میتونه این به فرکانس تبدیل بشه، به این ترتیب که مثلا نوت فاصله دو تا سول که یک فاصله پنجم درسته نسبت فرکانسیش 3/2 که این رو اگر که ما در واقع فرکانس 2261 هرتز در 3/2 ضرب بکنیم به ما 391.5 هرتز میده فرکانس سول، پس میشه 391.5 هرتز. یا نسبت فاصله چهارم درست مثل دو تا فا نسبت 4/3 که میشه 261 در 4/3 میشه 348 هرتز. یعنی هم ما میتونیم فرکانس ها رو بر اساس نسبت ها به دست بیاریم، هم هر نسبتی رو میتونیم تبدیلش بکنیم به ساوار و سپس به سنت. حالا میرسیم به محاسبات. اولین کسی که بسیار دقیق تمام پرده بندی ها رو محاسبه کرده در واقع موسیقی اسلامی و شاید محاسباتش در دنیای موسیقی فعلی کاربرد داره، تمام موسیقی اروپایی رو هم در واقع محاسبه انجام داده، کسی است به نام فارابی در قرن 5.
فارابی میاد در واقع شکل تتراکور رو با اسم انگشتانی که پرده ها رو میگرفتن معرفی میکنه. مطلق که ما الان میتونیم مثال دو رو براش بزنیم و سیم دستباز بوده، یا همون فاصله خرک تا شیطونک بهش میگن مطلق. سبابه که علامت انگشت اوله و با نوت ر، در واقع نوت ر رو ما براش مثال میزنیم. خنسه که برای انگشت سومه توی تار ستار، این انگشته که نوت می رو میگرفته. و بنسه که انگشت کوچیکه که نوت فا رو میگرفته. و برای پرده های بین ر و می انگشت وسطا رو استفاده میکردن، و برای پرده های بین دو تا ر، حالا از سبابه بود، اسم زائد رو براش میگذاشتن. پس مطلق دوه، زائد پرده های بین دو تا ر، سبابه میشه ر، وسطا پرده های بین ر و می، خنسر می، بنسر فا. اگر به ساز توجه بکنی ببین پرده هایی که رنگ زدن، در واقع مطلق که خود دوه، این پرده میشه ر یا سبابه، اینا زائد ها هستند که هر کدوم یک نسبتی فارابی برشون ذکر میکنه، و این در واقع می و ر که میشه خنسر و سبابه که اینا وسطا اسم میگیرن، که هر کدوم یک اسم داره، یک وسطا رو نبستیم، فاصله یک میلیمتری با هم دارن، و بنسر که نوت فا هست. سبابه نوت ر در نسبت 9-8 قرار میگیره که معادل 51 ساوار یا 204 سنته. 200 سنت نیست، 204 سنته. می در نسبت 81-64 قرار میگیره که معادل 102 ساوار یا 408 سنته. فا در نسبت 43 قرار میگیره که معادل 125 ساوار یا 500 سنته. حالا میرسیم به در واقع انواع زائدها که من با علامت زد رو اینجا گذاشتم، و انواع وسطاهایی که فارابی نام میبره. اولین وسطایی که اسم میبره، وسطای شماره 1 که نسبت 32-27 داره، معادل 74 ساوار یا 296 سنته، که مقابل زائد قرار میگیره، زائد شماره 1 که 256-243 نسبتشه، که همون نیم پرده دیاتونیک فیثاغورسه که میشه 23 ساوار و 92 سنت. یعنی اگه دیاتونیک فیثاغورس شما بخواید در واقع اندازه بگیرید، 92 سنت اگر که به پایین تر از هر نوتی به اون نیم پرده میرسید. دومی وسطا که به اسم وسطا فورس معروف بوده، در نسبت 81-68 قرار میگیره، معادل 76 ساوار یا 304 سنت، و زائد مقابلش میشده 162-149 که میشه 36 ساوار یا 144 سنت. وسطای سوم که وسطای خونسا یا زرزل بوده، 27-22 نسبتش میشه که میشه 89 ساوار یا 356 سنت، و زائدش که برای زرزل بوده شد 59-49 که میشه معادل 42 ساوار یا 168 سنت. وسطای شماره 4 که میشه 19683-16384 معادل 80 ساوار یا 320 سنت، و زائدش که میشه 2187-2048 که در واقع میشه 29 ساوار یا 116 سنت، همون دو دیز یا نیم پرده کروماتیک. و وسطای شماره 5 رو نام میبره که فارابی ذکر میکنه بعضی از نوازنده های رباب این وسطا رو میبستن که زائد هم نداره، نسبت 6-5 داره که میشه 79 ساوار یا 316 سنت، و زائد شماره 6 که نسبت 18-17 داره، معادل 25 ساوار یا 100 سنته، که همین این پرده گام تعدیل شده است که در واقع 300 سال قبل از زالن و باخ در واقع محاسبه کرده فارابی اینو، که میشه هم رادیکال 2 با فرجه 12 معادل 25 ساوار. اتفاق بعدی که میفته، تمام اینا رو فارابی محاسبه میکنه، چندین فیلسوف و ریاضیدان بعدش هم حالا شکل دیگه از اینها رو ارائه میدن، تا به موزیسیانی میرسیم به نام صفی‌الدین قرموی که گام ایرانی رو صفی‌الدین معرفی میکنه. از تمام این زائدهایی که بسته میشده و تمام این وسطاها، دو زائد و دو وسطا رو انتخاب میکنه صفی‌الدین و میگه که ما تمام مقام ها و آنچه که اجرا میشده رو بر اساس این دو زائد و این دو تا وسطا ما میتونیم اجرا بکنیم. یکی میاد زائد شماره 1 رو انتخاب میکنه با
بالاسفاد 256 243 23 سوار که همون در واقع نیم پرده دیاتونی که 23 سوار میشه، اسم لیما رو بهش میدیم ما. و زائد شماره 3 که همون در واقع مال زلزل بوده که از این زائد 3 سوار کم میکنه صفی و دی که میرسه به 156 سنت. و وسطای شماره 1 رو انتخاب میکنه و به وسطای شماره 1 اسم فورس رو میده، به اضافه وسطای شماره 3 رو انتخاب میکنه که 89 سواره و 156 سنت که به اسم زلزل ما میشناسیم که در واقع میشه 156 سنت. حالا بر این اساس ما متوجه میشیم که نیم پرده‌ای که در واقع موسیقی ایرانی استفاده میشه نیم پرده دیاتونیکه که 23 سوار یا 92 سنته. ما نیم پرده معتدل استفاده نمی‌کنیم بر اساس تئوری صفی دین اردوی. و همچنین فاصله مجنب که همون زائد شماره 3 من 3 سواره 156 سنته. نکته‌ای که باید توجه داشته باشید اینه که پس ما در واقع نیم پردمون شد 92 سنت، یک پردمون شد 204 سنت و آنچه که ما به اسم رو پرده میشناسیم که رو پرده نیست، دکتر مهدی برکشی و باقی محققان بر اساس علم الکتروآکوستیک ثابت کردن که یک چهارم پرده نمیتونه بیانگر موسیقی ایرانی باشه. نسبت یک چهارم پرده میشه 128 به 125 معادل 10.3 سوار که بر اساس موسیقی بر موسیقی ایرانی منطبق نمیشه. یعنی این که ما فکر میکنیم که مثلا اگر که پردمونو دقیقا چشمی در فاصله یک چهارم ببندیم، یعنی یک چهارم پرده، این اشتباهه. اون فرکانس یک چهارم پرده رو به ما نمیده. آنچه که ما داریم حدودی در موسیقی ایران میبندیم همین حدود در واقع مجنب، اسم در واقع زائد شماره 3 که مال زلزله اسم مجنب رو بهش میدن اینه که معادل 156 سنته و یک چهارم پرده نیست. پس ما بر این اساس میتونیم گام ایرانی رو تعریف کنیم و ساز خودتون رو و پرده بندیتون رو بر این مقیاس بر این فرکانس ها کوک بکنید.